Assalomu alaykum hoji domlo, xudovand ba shumo va avlodi shumo bedardi ro nasib kunad. Man yak muxlisi shumoyam. Bovar kunid hatto dar namozi shab dar haqq shumo duo mekunam. Savoli man in ast. Televizor nigoh kardan yo televizor gufta istoda ast mo namoz mekhonim. In chi meshavad? Yani dar holati تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خوانده ایستاده ایم نماز ما چی می شود؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوش های شما، چشم های شما، دل های شما، اینها نعمتی هستند که ایران نه یکان پادشاه بر شما داده است. اینها یک نعمتی هستند که هیچ طبیب برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم و از شما این نعمت هایی که دادم، این نعمت ها سؤال کرده می شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باک ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باک ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروف ها ثبت شده ساده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باک ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص و بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورت های پرنگرافی که در تلویزیون ما و شما زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر، چشم ها هم زنا میکنند و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص و بازی است، یا در او مثال بگیم بدنهای لوچ است، یا دیگر معرکه های فاسده که خدا بر اونا حرام کرده است، این چشمها را به سوی او روان میکنید و خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشمهای شما و گوشهای شما سرب دوزخ ریخته میشود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودی ها هست که امروز ما و شما را تبلیغ با بسوی همون حرام ها میکنند. از دجال را دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید. بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ساده باشد، شما اگر نماز میخونید در نماز شما کراهیت پیدا میشود. تلویزیون خاموش کرده شود بعد نماز خونده شود، زبان آمدد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، و بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیب برادر فرو گیر نکوست. خدا رحمت کند سعیده به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر می دهد چی می گوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد، این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوش هایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما به این گوش ها گوش میکنیم، شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی، بلکه خدای شما، پیغمبر شما، شما را منع میکند از گوش کردن این. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است، اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنید بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنید، اینها را شما مشاهده کنید. این چشم برای این است.